مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا که در یک سفر یک روزه وارد کابل شده بود، پس از دیدارش با دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع، نورالحق علومی وزیر داخله، حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی و دیگر مقامهای بلندپایه افغان در مصاحبه با رسانه‌های خارجی گفته است کشورش و سایر همکاران بین‌المللی آن از حضور و توسعه فعالیت گروه داعش در افغانستان نگران است. حضور و فعالیت داعش در افغانستان تنها نگرانی محدود به افغانستان نیست، در اندونزیا، افریقا و در ماورای مدیترانه هم نگرانی وجود دارد، چرا که آنها گروه های تندرو را با خود یک جا می سازند. این یک ایدئولوژی خیلی قوی است که باید آن را شکست بدهیم. بنابراین هر جا که داعش است من نگران آنجا هستم، پس ما باید کار بیشتری برای شکست آن انجام بدهیم. آقای فلون می افزاید بریتانیا نسبت به روند گفتگوهای صلح افغانستان امیدوار است و انتظار دارد که دولت‌های افغانستان و پاکستان از نزدیک در زمینه اعتمادسازی و مبارزه با چالش‌های تروریسم همکاری کنند. اعلام خبر مرگ رهبر گروه طالبان در روند صلح وقفه ایجاد کرده، اما مهم این است که این روند آغاز شود. در میان گروه طالبان افراد میانه‌رو حضور دارند که آماده گفتگو با دولت افغانستان هستند و نیاز است تا ما آنها را ترغیب کنیم. وزیر دفاع بریتانیا در پاسخ به پرسش در مورد توانمندی‌های نیروهای امنیتی افغان گفت این نیروها تلفات تأسف‌بار را متحمل شدند، اما نشان دادند که برای ایستادگی با گروه‌های شورشی از جمله طالبان آماده هستند. هنوز نیروهای افغان از کمبودهای شکایت دارند که نمونه آن تجهیزات هوایی است. نیروهای افغان هواپیماهای کشفی در اختیار ندارند، اما هواپیماهایی دارند که در این فصل جنگی می توانند در حمله بر طالبان از آن کار بگیرند. در پایان فصل جنگی ما آنان را ارزیابی می کنیم و می بینیم که دیگر چی کمک به آنان کرده می توانیم. گفتنی است با پایان ماموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان، نیروهای بریتانیایی در کنار بیش از 13,000 سرباز ناتو ماموریت جدیدی را زیر عنوان پشتیبانی قاطع در افغانستان آغاز کرده که هدف آن آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان است.